پند 28 بودیم مرور کنیم. نیروی مذکر را بشناسید اما ارتباط خود را با نیروی مؤنث از دست ندهید. جهان را با آغوش باز بپذیرید. اگر جهان را این گونه بپذیرید تا او هرگز شما را ترک نمی کند و شما چون کودکی کوچک خواهید بود. ادامه پند. الگویی برای جهانیان باشید. الگویی برای جهانیان باشید. تو بحث اخلاق مثلا میگن یکی از راه‌هایی که ما بفهمیم این کار اخلاقیه یا نه اینه که ببینیم اگر دیگران کار ما رو تکرار کنن، از ما تقلید کنن، آیا جهان جای بهتری میشه یا جای بدتری میشه. این من یاد این میندازه. الگویی برای جهانیان باشید. اگر الگویی برای همگان باشید، اگر الگویی برای همگان باشید، تا او در وجودتان تقویت می شود و چیزی وجود نخواهد داشت که از عهده‌اش بر نیایید. چیزی وجود نخواهد داشت که از عهده‌اش بر نیایید. چه مقام رفیعیه. فکر کنین، منظور این نیست که مثلا من میخوام چه میدونم ثروتمند بشم برم بشم. ما کلن در صدای سخن عشق بحثمون رو درونه، بیشتر روی درونه. حالا فرض کنید چیزی نباشه که من از عهدش بر نیام در دنیای درون، یعنی چی؟ مثلا دیگه مثالا با خودتون دیگه. دنیای بیرونش اینه که مثلا من میتونم قهرمان ورزشی بشم، میتونم ثروتمند بشم، میتونم یه شغل خوب برای خودم ایجاد بکنم، میتونم هر کسو خواستم به دست بیارم. ببینید دنیای درونیش چی میشه. پس چی شد؟ الگویی برای جهانیان باشید. اگر الگویی برای همگان باشید، تا او در وجودتان تقویت میشود و چیزی وجود نخواهد داشت که از عهده‌اش بر نیایید. حالات شخصی خود را بشناسید. حالات شخصی خود را بشناسید و در عین حال از حالات اجتماعی غافل نشوید. حالات شخصی خود را بشناسید و در عین حال از حالات اجتماعی غافل نشوید. جهان را آنگونه که هست بپذیرید. اگر جهان را همان گونه که هست بپذیرید، تا او در وجودتان می درخشد. تا او در وجودتان می درخشد و به وجود نخستین خیش باز می گردید. به وجود نخستین خیش باز می گردید.